تو این کلیپ میخواید در مورد این موضوع صحبت کنیم که شما اومدید آموزش دیدید، حالا رفتید دستگاه بخرید و استرس اینو نداشته باشید که من آموزشم رو دستگاهی دیدم که با دستگاهی که میخوام بخرم متفاوته. ببینید دوستان من، شما موقعی که دستگاه میخرید و فردی که میاد دستگاه رو براتون نصب و راه اندازی میکنه، چند دقیقه وقتش رو بگیرید و ازش بپرسید چند تا وظیفه است که رو همه دستگاه ها وجود داره و برای این وظایف دکمه ای تعیین کردن. فقط دستگاه با دستگاه اسم دکمه ها عوض میشه و الا وظیفه ها یکی هست. من بخوام این وظایفم، این عملکردها رو بخوام برای شما توضیح بدم. عملکرد اول قفل زنجیره. از نصاب بپرسید قفل زنجیر کدوم دکمه است؟ قفل زنجیر چی کار میکنه؟ شما اول صبح که اومدید کارتون رو استارت بزنید و دستگاه رو میخواید روشن کنید، وظیفه دارید که دستگاه رو به مدت 15 دقیقه الی نیم ساعت بذارید در جا کار کنه تا گرم بشه و دستگاه یه خورده سرحالتر بشه به عبارت بهتر. سر همین قضیه از فنیکار بپرسید قفل زنجیر کدوم دکمه است و یادداشت کنید. مورد بعدی دکمه قفل نقشه است. به عبارتی وظیفه قفل نقشه، از فنیکار بپرسید قفل نقشه رو کدوم دکمه انجام میده. قفل نقشه حالا چی کار میکنه؟ شما دارید جوراب طرح‌دار میبافید، حالا میخواید که جورابی ببافید هیچ نقشه ای نداشته باشه. موقعی که دکمه قفل نقشه رو میزنید دیگه دستگاه نقشه نمیبافه، فقط جوراب با طرح ساده براتون میزنه تا موقعی که شما اون دکمه ای که زدید رو خاموش کنید. وظیفه سوم، وظیفه کم کردن سرعت دستگاه است. از فنیکار دوباره سوال کنید من کدوم دکمه رو بزنم سرعت دستگاه کم میشه و با دور کند دستگاه شروع میکنه به کار کردن. وظیفه این دستگاه هم اینه که شما میخواید یه سری بررسی هایی روی عملکرد دستگاه انجام بدید. رو سرعت بالا چشتون کم میاره واقعا این عملکرد رو ببینه، به خاطر همین سرعت دستگاه رو میارید پایین تا دستگاه با دور کند کار کنه و شما بهتر بتونید جزئیات رو مشاهده کنید. از فنیکار بپرسید با کدوم دکمه دستگاه با سرعت پایین کار میکنه. مورد بعدی وظیفه سرلنگه است. سرلنگه چی کار میکنه؟ شما اومدی به فرض آقا جوراب داری میبافی و 8 صبح اومدی، الان 4 بعد از ظهره میخوای کارگاهت رو تعطیل کنی بری، دکمه سرلنگه رو میزنی دستگاه یه لنگه رو که تموم کرد دیگه موقعی که اول باف رسید استاپ میکنه و دستگاه رو اون حالت میتونی خاموش کنی. یعنی برای خاموش کردن دستگاه شما حتما باید بذارید تو سر لنگه باف کامل بشه، بعد بره رو لنگه بعدی دستگاه استاپ کنه و شما بتونید خاموشش کنید. وظیفه بعدی که نیاز دارید بپرسید دکمه قیچی کردن جورابه. قیچی کردن جوراب دقیقاً چیکار میکنه؟ شما اومدید مثلا جوراب رو دارید میبافید، به نصف ساق که رسید دیدید آقا یه سوزنی شکسته و متوجه ایراد بافت شدید، اینجا دکمه قیچی کردن جوراب رو میزنید، از همون جایی که دکمه رو زدید جوراب قیچی میشه و ادامه جوراب بافته نمیشه و به خاطر همین موضوع ضایعات تولیدیتون خیلی میاد پایین تر و دیگه نیاز نیست برای فهمیدن یه چند تا موضوع یه جوراب کامل ببافید، فقط میایید مثلا ساقشو میبافید مثلا کفشو میبافید و دیگه بس و ادامه نمیدید. از فنیکارتون بپرسید با کدوم دکمه ما جورابو قیچی میکنیم. مورد بعدی دکمه تنظیم درجه باف. ما یه دکمه روی کیبورد در همه دستگاه‌ها داریم، شما موقعی که این دکمه رو میزنید میره تو قسمت درجه باف و شلو سفتی جورابتون رو با این طریق میتونید کنترل کنید. از فنیکار بپرسید دکمه درجه بافت کدوم یکیه. مورد بعدی بالا پایین کردن 8 نخبر اصلی. همه دستگاه ها دکمه دارن، موقعی که اونو میزنی 8 نخبر اصلی که پشت دستگاه قرار داره میاد پایین و دوباره همونو بزنی میره بالا. از فنیکارتون بپرسید من چطوری 8 نخبر اصلی رو بالا پایین کنم. اینو توی کاغذ یادداشت کنید که کدوم دکمه این کارو انجام میده. مورد بعدی عقب جلو کردن نخبر کشه. ما از یه نخبر جدا برای تزریق کش برای دستگاه استفاده میکنیم. موقعی که فنیکار اومد دستگاه رو براتون نصب کرد، از فنیکار بپرسید من کدوم دکمه رو بزنم تا نخبر کش عقب جلو بشه.
غالبا همه این چیزایی که گفتم یه دکمه مخصوص خودشونو رو همه دستگاه‌های کامپیوتری دارن، فقط اسم دکمه ها به نسبت برند دستگاه تغییر پیدا میکنه. مورد بعدی مرحله بافت. به فرض آقا شما داری کش جورابا میبافید، میخوای برید مرحله بعد کشو میخواید نبافه، دکمه یه دکمه رو باید نگه داری تا بره مرحله بعد، مثلا از کش بره تو حالت ساق. مثلا ساقتون بلنده، بافتنش به فرض 40 ثانیه طول میکشه و شما دوست نداری 40 ثانیه صبر کنی، دکمه رو نگه میداری. تو این حالت مرحله بافت عوض میشه، از ساقتون میرید تو پاشنه و میتونید کاراتون رو انجام بدید. مورد بعدی دکمه استیل دستگاهه. ما رو بعضی دستگاه ها این دکمه رو داریم، رو بعضی هاشون هم نداریم. مثلا دارید ساق جوراب رو میبافید، اگه اون دکمه رو فشار بدید میره تو قسمت استایل هم مرحله بافتتون. مثلا تو ساق این دکمه رو بزنید، صفحه استایل مرحله ساقتون باز میشه. این دکمه رو از نصابتون بپرسید که کدوم دکمه است، رو کاغذتون یادداشت کنید. و مورد بعدی از نصابتون بپرسید من بخوام دستگاه رو به صورت دستی روغن کاری کنم کدوم دکمه رو بزنم. این روغن کاری دستی هم یه دکمه مخصوص خودش رو داره. همین چند تا چیزی که گفتم و شما یادداشت کنید، یه جایی داشته باشید. هر دستگاهی خریدید مهم نیست، از نصابش بپرسید برای انجام دادن این وظایف کدوم دکمه ها رو فشار بدم. سر همین قضیه شما عملا با هر دستگاهی که مواجه بشید میتونید کار کنید و هیچ استرسی پیرامون این موضوع نداشته باشید. امیدوارم توضیحات کافی بوده باشه و بتونید استفاده ببرید. متشکرم از شما.